آقا این پارازیتا داغونمون کرد. دیروز عصری خارمینا اومده بودن خونمون، داشتیم فیلم میدیدیم، یهو ماهواره قطع شد، حالمونو گرفت. خب بدون ماهواره چیکار کردی؟ هیچی دیگه، مجبور شدیم بزنیم کانال یک، دیدم یه آخون توشه. زدم کانال دو، دیدم دو تا آخون توشه. زدم کانال سه، دیدم خبرگانو نشون میده. یهو میلاد بچه خواهرم 8 سالشه، گفت دایی جون لونهشون اینجاست، برم نفت بیارم بریزم توش. دم میلادتون گرم بابا، ما 8 سالمون بود فکر میکردیم سندبادم که عمامه داره وقتی بزرگ شه آخوند میشه. راستی به پایین بچه ها این آخوندا رو تماشا نکنن ها. حواسم هست، سری تلویزیون رو خاموش کردم بچه دچار ناراحتی روحی نشه. بچه این همه آخوند و پشم و ریش ببینه وحشت میکنه. بی خود نیست اسمشو گذاشتن تیوی ریش، همش یه مش شپشو و ریشو نشون میده. تازه یه اخبار ویژه هم دارن به نام اخبار حوزه. انواع و اقسام اخبار شنیده بودیم، سیاسی، ورزشی، فرهنگی، هنری، علمی، اما اینا دیگه نوبرش رو آوردن. اخبارشونو که نگو. اروپا رکود به اضافه فقر به اضافه گرسنگی، آمریکا خشونت و فلاکت و فساد، ایران باز هم شکوفایی، باز هم فناوری، باز هم مانور جنگی و اقتدار نیروی انتظامی و امت همیشه در صحنه و مشت محکم بر دهان یاوه‌گویان شرق و غرب. فکر کنم این کریسمس و جام ملت‌های اروپا و آمریکا هم با وام کمیته امداد برگزار میشه. من موندم این خارجی‌ها با این همه بحران‌های اقتصادی و فرهنگی و از بین رفتن انسانیت و فروپاشی بنیاد خانواده‌ها و فسادهای عظیم مالی و از بین رفتن آزادی‌های اجتماعی، چرا هیچ کدومشون به فکر مهاجرت به ایران نمی‌افتن؟ والا به خدا این تیوی ریشی ها خجالت نمی کشن؟ فکر نمی کنن یه رادیویی هست، یه ماهواره‌ای هست، اینترنتی هست، اون وقت ضایع می شن؟ نه بابا، خجالت پیش اینا شرمنده است. سنگ پا از روی اینا دوچار افسردگی شده. چی فکر کردی؟ لامصب موزیک اخبار شبانگاهی شبکه 3 رو شنیدی؟ یه جوری هیجان انگیز شروع میشه که انگار واقعا میخواد راستشو بگه. خیلی جالبه. دکل نفتی با چاهش گم شده، فرودگاه قشم و فروختن، طرف با سند کویر لوت وام گرفته، اختلاسا 20,000 میلیارد تومانی، اصلا صفراش هم نمیشه شمرد. بعد همون شب اخبار شبکه 1 یارو نیم ساعت از بحران وال استریت خبر میده. جالبه. دیدی؟ الان 3-4 سال هر روز اخبار رژیم میگه نیروهای بشار اسد پیشروی میکنن. اصلا مسئله ذهنیم شده. بعد این همه پیشرفت چطور هنوز به آخرش نرسیدن؟ خدایش این سوریه چند کیلومتره؟ الان دیگه باید رسیده باشن قطب جنوب. که سوریه رو که دیگه نگو. مجریه گفت اخبار داخلی و با خبری از سوریه آغاز میکنه. یعنی سوریه اون داخل ماخلاس. چندش آورتر از این سوسکای بالدار این مجرای لوس رژیم هن که فکر میکنن خیلی بامزن. خب یکم سنگین باش. تقصیر خودشون نیست، میمون هرچی زشتر بازیش هم بیشتر. اخبار مجرای دلغک نظام به کنار، سریالا رو ببین. دستورالعملش رو دیدی؟ آخون 2 عدد، تایر سفید و تایر سیاه، بسیجی سیلی خورده 2 جین، نیروی انتظامی مقتدر 1 کامیون، دشمنان نظام از نوع بلوند و چشمابی به میزان کافی. دیالوگاشون هم که اصلا خفن خفنه. پدره میگه پسرم کجا انشالله؟ پسره با یه تحریش یکی در میون بسیجی کش میگه با اجازه با بچه های مسجد میریم فوتبال آقا جون. بعد دوباره پدره میگه پیرشی پسرم، فقط یادت باشه فردا این ریسه ها رو با هم ببندیم جلوی در، آخه بهمن ماه نزدیکه. واقعا که عجب داستانی داریم ها. اینا فکر کردن مردم کیان که این آشغالا رو پخش میکنن. اصلا ول کن این تیوی ریشو، بیا بریم دیشتو طوری تنظیم کنم که مشکل پارازیتت حل شه. از تیوی ریشم خلاص شید.